سلام دوستان وقتتون به خیر باشه من قبل از اینکه بحثا رو ارائه بدم میخوام تبریک بگم این اتفاق مهم رو یعنی پایان وضع موجود رو میخوام تبریک بگم به همه دوستانی که دیروز پای صندوق رأی اومدن و تلاش کردن و یک درخواست هم از همین دوستان دارم بیاید تلاش بکنیم که این اتفاق مهمه رو مصادرش نکنیم اتفاقی برای یک گروه خاص نباشه یک گروه خودش رو با پیروز اعلام نکنه و بقیه گروه ها رو بازنده ما یک جامعه ای رو امروز پیش روی خودمون داریم که یک عده تلاش کردن تا شکاف رو بین مردمش بیشتر بکنن اگر ما دوستدار ایران هستیم باید تلاش بکنیم که این شکافه کمتر بشه هر کسی که دیروز به هر دلیلی پایین این صندوق رأی اومده باید تلاش بکنیم که حس خوبه رو امروز داشته باشه جشن مشارکت رو امروز احساس بکنه و تا جای امکان فضا رو به سمتی ببریم که همه در داخل دایره این پیروزی تعریف بشن و به نوعی با تخریب و تمسخر تخریب هواداران دیگر کاندیداها افراد رو از این فضایی که وجود من نامید نکنیم اگر اجازه بدید من بحث امروز رو شروع کنم یه آنالیزی میخوام داشته باشم پیرامون کاندیداها ببینیم دیروز چه کارهای عجیب غریبی در حوزه عملیات روانی انجام شده این کارهایی که من دارم این گزارش من دارم ارائه میدم به معنی تخریب یا دفاع از شخص نیست صرفا دارم براتون روایت میخوام دیروز چه اتفاقی افتاده چون احساس میکنم که این چیزی که شما ارائه میدم کاری هست که همه کسانی که در حوزه رسانه ای مدیر یک اتاق فرمان هستن یعنی طرف مدیر یک رسانه ایه، مدیر یک از رسانه هاست و میخواد فضا رو فهم بکنه افرادی از این است دوست دارن این گزارش رو و من هم به خاطر همین دوست دارم که این گزارش رو به شما دوستان خودم ارائه بدم بریم فضا رو بررسی کنیم دیروز در حوزه عملیات روانی برای اینکه آرا مردم برگره چه در شبکه اجتماعی رخ داده من اول میخوام ماجرای یک کانال رو برای شما توضیح بدم یک کانال یک میلیون نفری در روزهای قبل با هدف اثرگذاری و انتخابات کارش رو شروع میکنه اسم این کانال انتخابات ایران بوده و خب خیلی ها برایشون سوال بود که این این کانالی که وجود داره برای کیه و این چیزا همه میدونستن این کاناله داره همفکران آقای روحانی رو و عوامل وضع موجود رو در کانال خودش مورد هدف قرار میده یعنی کانال یک کسی هست که ما نمیدونیم کیه کانال رو خریده ولی میدونیم او وظیفش این هست که عوامل وزن موجود رو در این کانال مورد تخریب قرار بده و بقیه کاندیداها رو تا حد زیادی ازشون حمایت بکنه در این فضا یک ابهام دیگه مطرح میشد و اون ابهام این بود که سبد رأی این کانال کیا هستن چه کسانی رو میخواد جذب کنه و رأی کیا رو میخواد جذب کنه خب طبیعتا با توجه به که انجام میشد مشخص بود این داره عوامل وضع موجود رو میزنه پس میخواد از سبد رأی انقلابی ها و حزب اللهی ها و کسانی که به وضع موجود انتقاد دارن رأی جمع بکنه یا به عبارت سرتر این کانال برای کسی هست که امیدی نداره که بتونه از کاندیدای uh, وضع موجود از آقای همتی بتونه رأی رو داشته باشه امیدش به اینه که از این وریا رأی بگیره خیلی ها کانال رو رصد میکردن خب یه کانال با یک میلیون صد هزار مخاطب اومده داره در حوزه انتخابات رئیس جمهوری حرف میزنه خیلی رصد میکردن ببینن کانال برای کیه و خب مشخص هم نمیشد میومد از آقای جلیلی حمایت میکرد یه دفعه یه ضربه به آقای جلیلی میزد میومد از آقای زاکانی حمایت میکرد یه تیکه به آقای زاکانی مینداخت میومد از آقای رئیسی حمایت میکرد یه دفعه یه چیزی به آقای رئیسی میگفت و خب برای عجیب بود چطور ممکنه یک کانون مثلا 15 تا 20 مطلب در حمایت از رئیسی میزنه یه دونم در تمسخرش میزنه در حمایت از زاکانی کار میکنه یه دونم در تخریبش میزنه در حمایت از جلیلی میکنه. ولی خب انقدر هوشمندانه انجام که شما متوجه این داستانه نمیشدید یعنی خیلی هوشمندانه این فضا روش میورد جلو شب انتخابی که اتفاق میفته و اون اتفاقی بوده که همه به میان در که تا حدودی تبلیغات متوقف شده بوده و طبیعتا افراد نباید تبلیغات میکرده این کانال میاد و با یک توان حد شروع میکنه تبلیغات کردن برای محسن رضایی من کانال، کامنت های این کانال رو میخوندم چون این کانال کامنت هاش باز بود و کاربران میتونستن کامنت بذارن تقریبا همه کامنت ها پیرامون همین بود که اه کانال مربوط به فلانی بوده حالا من نمیخوام بگم که به نوعی اطلاعات دقیق دارم که کانال رو آقای محسن رضایی خریده و این کار رو هم مثبت یا منفی نمیدونم صرفا دارم روایت میکنم ولی ماجرا به قدر عجیب غریب بود که کاربران متوجه این قضیه شد این اقدامی بود که در مرحله اول آقای موسی رضایی برای اثرگذاری برای انتخابات حوزه رسانه‌ای در شبکه اجتماعی شروع کرده بود یه نمونهش هست و موضوع دوم تیم کامنتی بود که راه انداخته بود تیم کامنتی آقای رضایی در تلگرام اینستاگرام و تیم توییتریش وظیفه‌شون این بود که دو تا بگن یعنی یک آقای رضایی برنامه داره دو آقای یاران یارانی 45 هزار توانی میده و تبلیغاتی هم که از دو سه روز مونده به پایان تبلیغات در شهرها آقای رزایی اومده انجام داد همین بحث بود یعنی شما نگاه میکردید اسم آقای رزایی بود و کد تبلیغاتیش بود زیرش هم نمیشه بود که یارانی 45 هزار تومنی تمرکز بیشتر روی این بود که ببینن از این طریق میتونن آره مردم رو جذب کن یا نه حالا نظر خودم را اگر بخوام در خصوص آی رضایی بگم قبل از ادامه بس دو تا اتفاق افتاد که نگران کننده بود یکی اینکه آی رضایی در شب آخر اومد رسما در مصاحبهایی که در کلاب هاوس انجام داد و بحث این شکلی که داشت از همه عوامل وضع موجود دفاع کرد و به طور رسمی اعلام کرد که آی لارجانی رو من تو کابینم میارم و عجیب ترش اینجا که خب چهره که مسئله دار بودن یا در جامعه دین مثبتی نسبت بهشون نیست حالا یا تخریب شدن یا واقعا دیده مثبتی نیست مثل آیتاجگرون در ستاد ایشون دیده شدن و اعلام برد نکرد این اتفاقات عجیبی که روز آخر رخ داد و در روزهای منتهی به انتخابات رخ داد من به شخصه نظرم بگم خب شهید باکری با عوامل وضع موجود قابل جمع نیستن شما اگر از شهید باکری دم میزنید عوامل وضع موجود کنار اینها تعریف نمیشن این نقدی است که بنده به آقای محسن رضایی دارم و یه موضوع ترسناک که من پیرامون آقای رضایی دیدم در روزهای آخر و اون موضوع, موضوع ترسناک این بود که ایشون به شیوه سازی رسانی پیرامونش انجام می شود که انگار اصلا مرحله دوم و امید دوم جریان وضع موجود این هست که بتونه از طریق او سیبم رئیسی رو شکست بده اگر اگر دید همتی رأی نداره از طریق او رئیسی رو شکست بده و وضع موجود رو تداوم بده آقا سند داری برای این حرفت بله سند دارم در ویدیو مربوط به آقای همتی بتونه و یه نکته ویژه تر بهتون میگم محسن اومد در روسای پایانی و روسای نزدیک به انتخابات به رسمی اعلام کرد که من اگر نتونم به چیزهایی که گفتم به وعده هام پایبند باشم دو سال بعد یعنی بعد از دو سال اول ریاست جمهوریم استعفا میدم خب این خیلی داستان ترسن کیه یعنی شما داری رسما کشور رو به یه نفر او گفته که من میام یارانه 450 هزار تومانی میدم فلان اقدام انجام میدم به خانم ها پول میدم به همه پول میدم به هر کس که دیدم پول میدم بعد حالا به خودش میگه میرم جلو انجامش میرم. اگر تونستم که اوکی همه اینها رو محقق میکنم و پیش میرم دو تا حالت داره یا بر اقتصاد اثر داره اقتصاد به سمت بحران شدن پیش میره خب من قول دادم دیگه دو سال بعد استفا میدم حالا کشور بمونه و فجایعی که داره ببینید این این به نظر من سوتی آقای محسن رضایی هم بود شما این پیام رو داشتی به اون کسایی که دارای تحلیل هستن و دارای فهم هستن میدادی که من یک فضایی رو میخوام بیام تست بکنم یک تلاش رو میخوام بیام انجام بدم اگر نشود استفاده میدم کشور رو رأس دو سال ولش میکنم حالا شما برید دوباره تو سرتون بزنید انتقاد بر کنید بکنید و وضعیتی که در عراق هست و جاهای دیگه هست رو ترجمه کنید این البته اشتباه موسواتی تیم آقای محسن بود از نظر من اگر اجازه این ویدیو رو همینجا متوقف کنم و چند تا از پیام های شما دوستان از رو میخونم یکی از دوستان برای من نوشته که درود به همه دوستان این دوره اهل سنت رأی دادن جبهه انقلاب من جایی هستم که همه اهل سنت هستن چند ساعت اونجا بودم از من میخواستن به جاشون بنویسم چون بعضیشون سواد نداشتن یه عده ولی 99 درصدشون فقط به رئیسی، فقط رئیسی رو انتخاب کردن خیلی بچه های اهل سنت کاری که امسال که اصلا سنگ تموم بود بعضی از رفقه از گلستان به ما پیام میدادن از تالش به ما پیام میدادن پرچم برید بالا دمتون گرم خدا حفظتون کنه خدا حافظتون باشه اهل سنت انقلابی واژه که باید تولیدش بکنیم واژه که باید بسازیمش اهل سنت باید رسمیت پیدا بکنه ما اهل سنت انقلابی داریم کنار ما ایستاده تو سوریه شهید داده چرا به رسمیت نمیشناسیش چرا در کنار ما تعریف نمیشه چرا چرا در جلساتی که جریانات انقلابی دارن اینا نماینده ای ندارن این این بخش از جامعه ما باید باید به رسمیت شناخته بشه باید براش وقت گذاشته بشه جریان انقلابی باید کار بکنه برای جریان حامی ایران باید برای این رفقا برای این عزیزان دل برنامه‌ریزی بکنه تا به یاری خدا بتونیم همبستگی خودمون رو برای خدمت به وطنمون بیشتر کنیم مخلص همه رفقا مفصل شد ویدیوی امروز چند تا ویدیو اساسی خواهیم داشت از این جنس بیش از این وقتتون رو نمیگیرم وقتتون بخیر